به نام خدا. سلام به همه دوستان. خب یکی از حالتهایی که برای نمایش آبجکت ها داخل موشن گرافیک ها استفاده میشه همین ظاهر شدنشون به وسیله باز شدن کاغذ مچاله است. روندش ساده است اما ممکنه یکم گیج کننده باشه. اگه همین فرایندی رو که من انجام میدم شما هم به همین طریق انجام بدید هیچ مشکلی براتون ایجاد نمیشه. و اینکه فایل های خامش رو هم من داخل توضیحات همین ویدیو و داخل گروه تلگرامیمون میگذارم تا شما هم بتونید یه تمرین مناسب داشته باشید. بریم سراغ آموزش. خب ببینید داخل این پریکامپ من میام و فوتیج باز شدن کاغذ رو اد میکنم. خب ببینید این شکلیه دیگه. من در ادامه الان نه، با افکت کیلایت میخوام این دوتا رنگ رو حذف کنم، اما الان حذفش نمیکنم و در ادامه میخوام این حذف رو انجام بدم. خب توی محله بعدی عکستون رو میاد اینجا اد میکنید. عکس من بزرگ هستش، اسکیلش رو میام کم میکنم به اندازه این کاغذی که اینجا، کاغذ سبزی که اینجا وجود داره. و بعد اندازه این فوتیج من 2 ثانیه هستش. عکسم رو هم میام با زدن کلیت های آلت و کروش سمت راست چیکار میکنم، این رو هم برش میزنم به اندازه فوتیج کاغذم و کلید N رو هم میزنم که اینجا کامپوزیشن من هم محدود بشه به همین 2 ثانیه. خب قدم بعد اینه که این فوتیجم رو آلفا مت کنم داخل این همبرگره. خب اگه پنل ترک مت رو اینجا ندارید با زدن گزینه تاکل سویچ براتون نمایش داده میشه. بیاید این پیک ویب ترک مت رو بگیرید و بندازید روی این همبرگره. الان اون فوتیج کاغذ مچاله من فقط داخل این همبرگره نمایش داده میشه. اگر از افتر افکت ورژن های پایین تر استفاده میکنید این پنل ترک متش یک کمی فرق داره، اما روندش تقریبا به همین شکل هست. خب اینجا من میخوام اولین رنگم رو حذف کنم، میام افکت کیلایت رو میندازم روی این فوتیج کاغذ مچاله. این قطره چکون رو کافیه بگید بزنید روی این رنگ آبیه، حذف میشه این رنگ اولمون که حذف شد. خب توی مرحله بعدی من میام از این عکس همبرگرم یا حالا هر عکسی که داشتید کنترل دی بگیرید که این بالا داشته باشیدش، چشمش رو نمیخواد فعال کنید فعلا. و بعد بیاد از اون دوتا لایه قبلی یه کامپوزیشن بسازید، کنترل شیفت سی رو بزنید و اینها رو پریکامپشون کنید به همین طریق. خب از پریکامپتون یه کنترل دی بگیرید، حالا اون عکسی رو که داپلیکیت گرفتید بذارید زیر همه این پریکامپ ها و آلفا متش کنید داخل پریکامپ دوم. تا اینجا اوکیه. خب من میخوام این رنگ سبز رو هم حذفش کنم، میام روی این پریکامپ اول و افکت کیلایت رو میندازم روی پریکامپ اول. دوباره این قطره چکون رو بگیرید بزنید روی این رنگ سبزه که حذف بشه. الان فقط این تیکای کاغذ رو ما داریم و اگه چشم این عکستون رو فعال کنید میبینید که اون حالتی که میخواید به زیبایی براتون ایجاد میشه. خب اگه چند تا عکس داشتید که میخواستید این شکلی عمل کنه و پشت سر هم نمایش داده بشه، کافیه که همه اینها رو بگیرید کنترل شیفت سی بزنید و پریکامپش کنید و بعد سی تی آی رو بذارید روی همین 2 ثانیه و تریمش کنید تا همینجا. آلت کروش سمت راست رو بزنید که تریم بشه. بقیه فایل هاتون رو هم همین جوری بسازید و بعد مثل اینجایی که من قرار دادم پشت سر هم قرار بدید با یه بک‌گراند مناسب که اون حالتی که میخواید به زیبایی براتون ایجاد بشه. خب امیدوارم که آموزش براتون مفید باشه. حتما حمایت کنید. تا جلسه آینده، یا علی و خدا نگهدار.